قبلا شما هی میرفتین اضافه میکردین، حالا ببین بعد یه دفعه زده همه رو با هم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجعل فرجه و لعن و دائم الاعداء اجمعین الى یوم الدین. خلاص ما خجالت زده ایم دوستان پایین نشستن، خجالت زده ایم دیگه، جاداش ما هم پایین میشستیم که و دیده نمیشه، وگرنه خجالت زده ایم اینجوری که دوستان پایین نشسته باشن. ببخشید. خلاص سلام علیکم ورحمت الله. در باب 15 که باب نادر جامع اون فی فضل امام علیه السلام و صفاته، روایت اول رو در محضرش بودیم که این روایت اول از عبدالعزیز ابن مسلم میفرماید که با امام رضا علیه السلام در مرو بودیم و ما خلاصه شاید اولین جلسه را تشکیل داده بودیم تو مسجد جامع. فی بدء مقدمنا فادارو امر الامام، اولین مسئله ای هم که مطرح شده بود تو همون اولین روزهای ورود ما بحث چی بوده؟ بحث امامت بوده که راجع به این گفتگو میکردن که امامت چیه. خب بالاخره مأمونم دامن زده بود به این بحث و به عنوان ولیعهدی و فلان و اینا، این بحث بیشتر داغ شده بود. بعد اختلاف مردم در او تا این که وارد شدیم بر امام رضا علیه السلام و حضرت رو بر این اختلاف مردم و آراء مردم آگاه کردیم. حضرت خندیدن، علت اختلاف رو حضرت فرمودن که جهل قوم است، که این برمیگرده به اون عدم علم قوم و خود او ان آرائهم. این خود او ان آرائهم رو دیروز معنا کردیم خدمت دوستان. معنای دیگری که برای خود او ان آرائهم مطرح شده، خود او ان آرائهم یعنی اینها اگر به خطا افتادند، این معنای دیروز، به سبب آرائشون بود، یعنی به سبب اون قبول غلطی بود که نسبت به یه چیزی قبول کرده تا آخر پاش وایسادن. الان اون جریان خلافتی رو که در ابتدای صدر اسلام محقق شده بود رو پذیرفتن و به دنبال او این مشکلاتی که براشون پیش آمده همه دنبال همون آراء اولیشونه. خود اون آرائهم رو معنای دیگری هم براش کردن. سلام علیکم ورحمت الله. معنای دیگری که برای این کردن این است که آرا رو به معنای آراء صحیح بگیریم، بگیم اون افکار صحیح. اما خود او اینها ان آرائهم یعنی جداشون کردن از اون آراء صحیح، یعنی از اون در حقیقت فکر صحیح اینها رو چکار کردن؟ جدایی انداختن بین اینها و اون آراء صحیحشون. که اگر در حقیقت اینجور گرفتیم دیگه ان به معنای سببیت نیست، به معنای همون بینونت و جدایی و از او در حقیقت جدا افتادنه، اون وقت نسخه ادیان هم نسخه بهتری میشه. خود او ان ادیان هم، اینها از دین گرفته شدن، چون از دین گرفته شدن این خوده نسبت، چون نسخه بدل داشت ان ادیان هم دیگه، وقت با این بیان اون خود او ان ادیان هم، این در حقیقت سازگارتره که مرحوم مجلسی هم فرموده ان ادیان هم بهتره به این معنا، چون به این معنا در حقیقت بیان کرده بهتر معنا میشه. البته اون معنای اول معنای دقیقی سر جاش محفوظه، اینم معنای دیگری است که امکان پذیره برای مسئله. بعد میفرماید که ان الله عز وجل لم یقبض نبیه صلی الله علیه و آله و سلم حتی اکمل له الدین. خدای تعالی نبیش رو قبض نکرد مگر اینکه دین رو قبلش کامل کرده بود، چون وظیفه پیغمبر اون بیان دین بود، اون بیان تکمیل دین و اکمال دین هم که معلوم بود که به چی محقق شد روزی که خدای تعالی نسب اون امام و ولی بعدی رو کرد. اونجا در حقیقت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که اونجا اکمال دین میگه، میفرماید که لم یقبض نبیه حتی اکمل له الدین. این آیه رو حتما دوستان به المیزان قبلش هم به خصوص الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ولا تخشوهم وخشونی، درسته؟ درست خوندم؟ ولا تخشوهم وخشونی، درسته؟ دنبالش وخشونی بعد دیگه. بله، این آیه رو حتما رجوع بکنید. خیلی زیبا اونجا مرحوم علامه این که چطور امر ولایت الیوم یئس الذین کفروا رو یأس اهل کفر رو به دنبال داشت، که تعبیر ایشون خلاصش این است که من آورده بودم از اونش بخونم ولی وقت نمیشه، که یأس در حقیقت کفار از این بود که
چون پیغمبر هر چه که کردند مراحل مختلف تا کوتابیار یا در حقیقت حالت مساهله و مساهمه پیدا بکند که اهل تساهل بشود تا بشه دینداری با بیدینی جمع بشود، دیدن نه پیغمبر کوتاه نمیاد و هیچ اهل مساهله هم نیست. سلام علیکم ورحمت الله. بازم من از دوستان عذرخواهی میکنم، اون صندلی ها کمه که نشستن زمین، چون اهل مساهله هم نبود، اینها امید بستن به این که پیغمبر چون ابتر است و فرزندی ندارد، با از دنیا رفتن پیغمبر این دین متولی درستی پیدا نکند تا این چی بشه؟ قیم شخصی دین که پیغمبر بود از بین بره و دین به تبع او سست بشه. اما روز قدیر که پیغمبر اکرم قیم شخصی رو تبدیل کرد به قیم نوعی، یعنی یه سنتی رو اونجا ایجاد کرد که فردی رو جای خودش گذاشت که این هم به عنوان فرد نبود، به عنوان یه سرشاخه بود، امیرالمومنین علیه السلام، که بعدم امام حسن و امام حسین و بعدم زراری، اینها دیگه قیم شخصی تبدیل شد به قیم نوعی برای دین. قیم نوعی بقاش به بقای نوعه، یعنی چون نوع باقیه قیم هم باقیه. تا قیم شخصی بود اینا فکر میکردن یه شخصه، اینا امید داشتن. مثل جریان انقلاب ما، اگر ملموس یک مثلا پردش، یک نازلش، تا امام بود دشمنان ما همش امیدشون این بود که امام رو یه جوری کوتاه بیاد که دیدن نمیاد، امید بستن که امام بره هر کی باشه میتونیم باهاش کنار بیاییم، هیچ کی دیگه اون صلابت امام رو ندارد و این به اصطلاح با اونها میشه در حقیقت یه جوری معامله کرد که دیگه اون، ولی بعد دیدن نه، قیم شخصی تبدیل شده به یه قیم. اولا امام خودش تو قانون اساسی قیم نوعی رو که ولایت فقیه باشد رو تدارک دید که خیلی برای خیلی سخت بود. بعضی میگن که مثلا حتی مثلا الان میگن که ما امام چون ولی فقیه بود کوتاه اومدیم ولایت فقیه رو اینجوری قبول کردیم، و الا ما ولایت فقیه رو اینجوری قائل نبودیم. چون امام مظهر ولایت فقیه بود، ما مجبور شدیم ولایت فقیه رو اینجوری بپذیریم. بعدم تو دوران مقام معظم رهبری نه، باز هم دیدیم بالاخره اون دوره هم جای این نیستش که بخوایم این مسئله رو نازلش بکنیم، از این کمتر بکنیم. اما قطعا ها حرف زدن، دا تازگی ها زدن، اما قطعا این به اصطلاح بحث ولایت فقیه به این جوری که الان تو قانون اساسی هست و به این گونه که الان مطرح هست، اونا میگن این قطعا مورد قبول ما نیست و باید تغییر بکنه، و باید تغییر بکنه، چون دیگه بعد از آقا معلوم نیست کی میاد، معلوم نیست کی میاد، و بعد معلوم نیست هر کسی این کشش رو داشته باشه. یعنی نگاهشون نگاه اعتقادی به مسئله نیست. نگاه چیه؟ نگاه این است که حالا این شخص ما نتونستیم، نمیشد، رو درواسی مجبور شدیم قبول کردیم، ولی بعد حالا این ندا رو داشته باشه تا ببینید کی خلاصه معلوم میشه قائلش کیه. یعنی قائلش به همین ساد زودی ان شاء الله قائلش معلوم میشه، چون قرار داره حرف زدن رو گفته، میخوام بگم اینا رو، میخوام علنی تر کنم. حالا نمیدونم کجایی هم شنیدید یا نه. بله بله گفته شده. بله دیگه، نه این بحث ولایت فقیه به خصوص، یعنی بحث ولایت فقیه به خصوص گفتن با چی بشه این اصلا، یعنی نگاه مسئله تا به حال هم اعتقادی نبوده، نگاه شخصی بوده، امید بسته بودن اینا که امام که میره مسئله خود به خود چی بشه. اما دیدن خب نه، نشد. حالا امید بستن به این که اگر بعد از مقام معظم رهبری بتونن، یعنی عمر خودشون را طولانی تر از این ببینن، یعنی که اون مرگ هست اما برای بقیه، برای ما نیست، که ما در حقیقت میمانیم بقیه میرن و ما تغییر میدیم و بقیه رفتن، در اون اوقات ما تغییر رو خواهیم داد. یعنی خلاصه این نگاه زمان پیغمبر همین جوری بود، منتها در یه حد وسیع ترش. اونجا اقامه دین بود، اصل دین بود، حالا اینجا یه ظاهری از دین بود، یک در حقیقت اقامه شأنی از دین بود. اونجا اقامه دین بود که میگفتن پیغمبر اگر بره اصل دین میشه چی بشه؟ و وقت آیه نازل شد، قبل از این آیه الیوم اکملت لکم دینکم، همون قسمت آیه است که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کفار از دین شما مایوس شدن، از دین شما مایوس شدن. فلا تخشوهم، دیگه از اونا نترسید، اما وخشاونه، از من بترسید. چرا از من بترسید؟ اونجا یه بیانی داره مرحوم علامه، او خیلی هشداره، میگه از این به بعد این نعمت عظیمی که به شما دادیم اگر کفرانش بکنید من میگیرم ازتون. تا حالا کفار متولی بودن از شما بگیرن و شما باید حتما حواستون جمع میکردید کفار چیه؟ اینو از دستتون نگیرن.
الان من دین رو کامل کردم، من این نعمت رو تمام کردم برای شما، اما چون نعمت تمام شده و این آیه عظیم به عنوان یک نعمت الهی برای شما ایجاد شده، اگر شما کفر ورزید، کفران کنید و قدردان نباشید، من میگیرم ازش رو. لذا در حقیقت مرحوم علامه میفرماید خدای تعالی دو سه جا که یحذرکم الله نفسه رو آورده، اگر رجوع کنید اونجا هاییست که در رابطه با نعمت ولایت یا نعمت ولایت بین مؤمنین که نشأت گرفته از اون نعمت ولایت، اونجا هاست که یحذرکم الله نفسه رو میفرماید. اینجا میفرماید وخشون، از من بترسید، از حالا به بعد باید جانب من رو بیش از این رعایت بکنید، چون این نعمتی که بهتون دادم یه نعمت گرانبهایی بود، یه آیت عظیمی بود که اگر قدر این آیت عظیم رو ندونید و شکر اینو به جا نیارید، من میگیرم ازتون. دیگه الان از کفار نترسید، در گرفتن این کفار دیگه نمیتونن اینو ازتون بگیرن، این انقدر عظیمه، انقدر اونا قدرت ندارن اینو بگیرن، اما من قدرت دارم. اونم برمیگرده به رفتار شما که اگر قدردان نباشید، که این خودش یه هشداری است که اینجا بله بله بله، این هم شخصی هم نوعیه، یعنی ممکنه یه شخصی از دست بده قدردان نباشد، یا جامعه اگه قدردان نباشن ازشون گرفته بشه. بله، بعد میفرماید که و خود و ان آراهم ان الله عز و جل لم یقبض نبیه صلی الله علیه و آله و سلم حتی اکمل له الدین، پس در کمال دین کوتاهی نشده از جانب خدا، از جانب خدا هیچ کوتاهی صورت نگرفته، کمال دین ابلاغ شده به پیغمبر. و انزل علیه القرآن، حالا کمال دین رو تبیینش به این است که انزل علیه القرآن فیه تبیان و کل شیئن، که این متخذ از همون آیه قرآن است که آیه قرآن چی بودش؟ آیه قرآن میفرماید که نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیئن، که این کتاب تبیان کل شیء است. انزل علیه القرآن فیه تبیان و کل شیئن بیان، و خود اینم دلیل است، دلیل است بر وجود امام، لازم بودن امام. چرا؟ چون میگه کتاب فیه تبیان کل شیء. آیا همه میفهمیدن تبیان کل شیء را از قرآن؟ باید کسی باشه ظرف این تبیان کل شیء یا نه؟ لذا در روایات اگر رجوع کنید، در تاریخ اگر رجوع کنید، همه اصحاب، حتی اون اصحاب بزرگی که نام برده میشوند که اینها بزرگن، هر جاهای مختلفی رسته اظهار عجز کردن از فهم مسئله، گفتن ما نمیدانیم که بیان کل شیء اگر هست و اینها در حقیقت در دست است، پس چرا بقیه گفتن ما نمیدانیم؟ تنها کسی که هیچگاه به نمیدانیم مبتلا نشده، به اتفاق شیعه و سنی، امیرالمومنین علیه السلام است، که هر جا اونا گیر کردند، هر جا اونا گیر کردند، آمدن اینجا جوابشون رو پیدا کردند و خود اونا هم اقرار کردند که این جواب است. از این طرف ببینید، تو نگاه کلامی از این طرف نص هست بر این که امیرالمومنین علیه السلام، عده‌ای از امت قائلن نص بر امیرالمومنینه، بقیه قائلن که در حقیقت چی هستش؟ نصی نیست در این مورد، درسته؟ اما از این طرف یقین داریم که کمال دین به این است که باید چی باشد؟ نه، یک کسی میگفتش آقای بهجت رحمت الله علیه نرم کردن، یک کسی اومد گفتش که آقا در نظر شما امیرالمومنین افضل است یا ابوبکر؟ پیش یک کسی از شیعیان میخواسته ازش چی بگیره؟ خود بگیره. بعد علیهش گفته بود امیرالمومنین که جای خود داره، ابوبکر از پیغمبرم افضل است. گفته بود چطور؟ این دیگه ما اینو نمیگیم، شما دیگه خیلی معلومه افراط در این مسئله. گفته بود نه، همینطوره. پیغمبر متوجه نشد که باید بعد خودش نسبی بکند، اما ابوبکر متوجه این حقیقت بود که بعد خودش نسب کرد عمر را، لذا ابوبکر افضل از پیغمبر است. چون این دید اگر بگه که ابوبکر افضل نیست از پیغمبر، نسب ابوبکر رفته زیر سوال، او خراب میشه. اگر دید، خلاص این کسی که مخاطب بود اون چیز بود، اگر بگه که نه نسب درست بوده، خب پیغمبر، پس نسب پیغمبر چی میشه؟ ببینید چقدر یه جواب ساده، نگو امیرالمومنین افضل نیست، گو امیرالمومنین که جای خودش دارد، یعنی نگو افضل نیست، اما با این نگاه شما ابوبکر از پیغمبر افضل است، این مجادله است. چون اینو یقین داره اون طرف که ابوبکر از پیغمبر افضل نیست، اون کسی که داره میشنوه میفهمه که این یه مقصودی داره که داره اینو میگه، میگه دیگه این کلامی بود که ما هم نگفتیم، این دیگه افراطه، این صحیح نیست. این گفت نه، چرا صحیح هست؟ چون شما قائل فعل، یا باید فعل ابوبکر رو تصدیق بکنید یا فعل پیغمبر رو. این وجدان. لذا ببینید یه بیان میگه اگر در مورد
جانشینی که ابوبکر بود که مردم تعیین کردن، اگر کسی قبول نمیکرد میکشتنش. امیر مؤمنان علیه السلام با دست بسته بردن که بکشن حتی اگر بیعت نمیکند. درسته؟ کجای دین، کجای در حقیقت احکام دین، حکمی که به اجتماع مردم واگذار شده نه تو دین باشد؟ چون مثلا میگن آقا ساختمان سازی حکمی است که به مردم واگذار شده. دین گفته هر جوری خاصی ساختمان، من یه مشخصات کلی میگم، شما هر جوری خواستید بسازید. درسته؟ اگر کسی یه جوری ساخت که در حقیقت حالا با اون مشخصات کلی سازگاره، اما کسی رو نمیتونن بر این بکشن، بگن تو چرا اینجوری ساختی. کشتن بر این تعلق نمیگیره، چون حکم دین رو زیر با نگذاشته اینجا در جزء. میگن اونجا چطور میشه شما قائلید به این که با اینکه رأی اجتماع مردم است، مردم عمومی برای یک چیزی تجمع میکنن، با اینکه خدا واگذار کرده به اجتماع مردم، اگر کسی مخالفت با این بکنه مخالفت با دین نکرده، چون واگذار شده، حکم مردم است، مثل مهندسی میمونه، مثل پزشکی میمونه، واگذار شده، مخالفت با این قدر ندارد، محرومیت دارد. میگه نه، شما حاضرید بکشید بر حکم دین اگر کسی انکار بکند قتله، یا باید این انتصاب رو حکم دین بدانید، یا اگر حکم دین نمیدانید قتل چرا در مقابلش جزا قرار دادی. این معلوم میشه که اینها تو نگاه اون در حقیقت ارتکازشون اینو حکم دین میدونستن، اینو به عنوان نسب میدیدن. درسته؟ اینو به عنوان دین میدیدن. اینا همه قرینه است برای اینکه فعل اینها چی هستش. فعل اینها خودش حکایت میکرد از اون پرده پوشی که داشتن، یعنی همون جایی که میخواستن مخفی بکنن آشکار میکرد مسئله رو، همون جایی که میخواستن مستور بکنن آشکار میکرد مسئله رو. خب بعد میفرماید که حتی اکمل الله و انزل علیه القرآن فیه تبیان و کل شیئن بین فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام. اگر ما باورمون بشه که قرآن و احکام الهی و دین الهی تبیان کل شیئه، نگاه ما متفاوت میشه، برداشت ما هم متفاوت میشه، استفاده ما هم متفاوت میشه، باور ما هم متفاوت میشه، خود علاقه ما هم به قرآن متفاوت میشه. ما این باور رو نداریم، مفهومش رو میپذیریم، اما باورمون نیست که تبیان کل شیء است. به قول یه بنده خدای کی بود چند روزش گفتش که ما که این که میگیم خدایا مریضا رو شفا بده، همه مرزا تو دعاهامون، اگر یه موقع یهو شفا بده خدا ببینیم که شفا داده، اولین کسی که تعجب میکنه خودمونه، چون باور نداشتیم به دعامون. یعنی دعا رو میکنیم ولی مفهوم حمله اولیه دعاست. یعنی اگر یه موقع صبح بلند شیم ببینیم همه مریضا شفا، بگن آقا این دعای شما همه مریضا رو شفا داد، اولین کسی که از همه بیشتر تعجب میکنه خود مایی، چون باور نداشتیم به این، به حمله اولی دعا میکنیم. خیلی از دعاهامون حمله اولیه، یعنی مفهوم رو ردیف میکنیم، کاری به مصداق نداریم، عادت کردیم برای این مفهوم، اما قصد معنا و جدیت در مصداق نداریم. خدا چیکار بکنه که ما این کارش نکنیم؟ اگر شفا هم بده اولین منکر شاید خودمون بشیم که این چه کاری بود خدا کرده. این خلاصه نمیگه دعای خودتون. این اگر تبیان کل شی برای ما باور بشه، اون موقع نگاه ما به قرآن، رجوع ما به قرآن در هر موردی چی میشه؟ متفاوت میشه. وقتی فتن میشه میگن علیکم در حد به قرآن، این اون موقع یه طور دیگری میشه، یعنی واقعا دنبال جواب تو قرآن میگردیم. حالا اون بحث این است که به ما گفتن علیکم، اگر فرمودن علیکم معلوم میشه اگه معیارهای عمومی دستمون باشد، معیارهای عمومی و این باورم باشد، به ما نشون میده خودش رو. یعنی اگر کسی واقعا با این باور وارد بشه و این نگاه و معیارهای عمومی رو هم دستش آمده باشه، یعنی قرآن رو با اون یه نگاه جامع نگری تو ذهنش داشته باشه، نه یه نگاه به یه آیه، نه بخواد استخاره بکنه بگه تکلیف من، اونم ممکنه راهی باشد، اما اون راه در حقیقت خاصه. اگر فرمودن به کسی راه عمومی است که اشراف به معیارها داشته باشه، انسان وقت ورود پیدا کنه اون راهو نشون میده. بله، توی اینجا بعضی ها قائلن که این تبیان کلشه یا مفرط نافی کتاب میشه، اینو فقط در مورد بحث هدایته، چیزهایی که مربوط به هدایت انسان، اقل این رو کسی قبول بکنه، اقل این رو کسی قبول بکنه، این اقلشه دیگه. یعنی بین مراتب در قبول این اقل رو قبول کردن متفق هم هست، هست یا نیست؟ خب این قدر متیقن رو ما بپذیریم، خودش مشکلات ذاتی ما رو حل میکند یا نه؟ بقیه چیزهایی که به امر هدایت بر نمیخورد اونا اعراضه. یعنی چی اعراضه؟ یعنی بود بود نبود نبود. هدایت اگر نباشه و انسان نداشته باشه مبتلا به شقاوت میشه. بقیه اگر نداشت، علم رو نداشت، تکنولوژی رو نداشت، شقاوت نمیاد، رفاه کمتریه. مهم نیست الان ببینید ما تو اون قدر متیقن زوم کنیم،
یعنی نیایم الان سر خودمون رو به یه چیزی گرم کنیم، دعوا رو تو جایی قرار بدیم که اون دعوا باعث بشه از اصل چی بشیم؟ از عقل دور بشیم. میگیم ابن نداره، ما قائلیم تبیان کل شیء، شما میگی تبیان کل شیء، میگی تبیان کل شیء یعنی تو امور هدایتی فقط، ابن نداره تو امور هدایتی. اگر اینجوریه باید تمام مسائل هدایتگری اون چی که نیاز است در این باشد یا نباشد. اگر این رو قائل شدیم همه به یه اصل که توافق برش شده که رجوع به او امکان پذیر است محقق شده است. درسته همین این باور خودش خیلی مهمه، اما اگر ذهن متشتت کردیم که آیا مسائل ریاضی هم هست توش، مسائل شیمی و فیزیک هم هست توش، مسائل دیگر هم هست توش، اینا هم هست یا نیست، بعد روی این بحث بکنیم. من نمیگم جای بحث نداره، اما اگر عمده بحث در تبیان کل شیء رفت روی این، تبیان کل شیء اثرش رو از دست داده، اقلا رو قدر متیقنی که ما با هم دیگه تفاهم داریم او رو عمل بکنیم، بعد اضافهش خدا نشونمون میده، اضافهش رو نشونمون میده دیگه، اون متشابهشه، این محکمشه. اگر محکمش رو عمل کردیم متشابهش رو چیکار میکنه به ما؟ نشون میده که بله او قدرت دارد که این کارم بکند اگر لازمه. بله بله. همش تمام لغت بحث ولایت مطرح. عرض کردم که حالا ما معصوم فرمود که من میتونم همین چیز بله. شیء اونش. ما داریم همین رو داریم میگیم الان، نه میگیم تبیان کل شیء قرآن هست یا نیست. علیکم بالقرآن شد، علیکم بالایمان باشه. اشکالی نداره. ببین تبیان کل شیء وقتی قرآن بود، بعد میایم میگیم که آقا این ظرف تبیان کل شیء که الان میتواند همه رو بیان بکند. کوش. پس چرا اول عرض کردم؟ پس چرا رجوع میکنیم بعضیا نمیدونن؟ یا باید قرآن ناقص باشد، حرف نعوذ بالله کذب باشد، یا باید قابل ناقابل باشد، اونی که داره اینو بهره برداری میکند ناقابل باشد. پس باید حتما بالفعل یه تبیان کل شیئی که میتواند و قدرت دارد این رو نشون بده به همه باشد. درسته؟ اگر این لازمش بشه همون امام. پس خود تبیان کل شیئ دلیل است، اب نداره. اگر در اون روایت هم فرمودند قرآن اینجوری هست، به ما هم گفتن رجوع کنید، میریم سراغش. اگر دیدیم نفهمیدیم، نتونستیم راه پیدا بکنیم، میدانیم که این راه رو نشون داده. اگر ما نتونستیم نقص ماست، باید رجوع کنیم به کسی که اون شخص حتما راه و نشون ما میتونه بده، از همین قرآن، از همین قرآن. درسته؟ نه از جای دیگری، از همین قرآن میتونه راه و نشون به ما بده. اون میشه در حقیقت مبین قرآن، که انزلنا الیک الکتاب لیبین للناس ما نزل الیه. ما اینا رو میخونیم هر جاش غلطه اصلاح کنید، یعنی هر جا بله لتبین للناس ما نزل الیه. همه همین جوره، یعنی اگر که ما تو دوران غیبتیم قطعا این تبیان کل شیء باید محقق باشد. اگر رجوع بکنیم به قرآن همونجور که آقای بهجت فرمودن رحمت الله علیه، حتما قرآن در کنار امام است، حتما امام با قرآن است. اگر انسان با این نگاه رجوع بکند و میداند که اونها مبین هستن بهش نشون میدن. خطکشش چیه که دو نفر ممکنه ادعای مختلفه؟ نه خب این خطکش میزان کل دارد، محکم متشابه دارد، یعنی خب نه نمیشه دیگه باید. نه نه محکم متشابه تو قرآن محکمات معلومه، محکمات اولیه دارد عقل میفهمه، محکمات ثانویه دارد به نظر محقق میشود، محکمات ثالثه دارد مراتب محکم، وگرنه محکمات اولیه رو عقل میفهمد. اینجوری نیستش که دیگه تو تک تک دلالت ها ما نیاز به چی داشته باشیم؟ اگر اینجوری بود دور میشه، چون امام هم به واسطه قرآن اثبات میشه. دقت میکنید؟ اگر اینجوری دور میشد، امام به واسطه قرآن، قرآن به واسطه امام، این دور میشد معنا نمیداد. اما محکمات قرآن محل رجوع است برای اینکه امامت هم از او چی بشه؟ امامت هم از او اثبات بشود. مثل همین تبیان کل شیء، مثل در حقیقت مواردی که محکماتی دارد که اون قدر متیقنش محکماتش میشه تو اونجا. اگر این شد بعد میشود محتشابهات کتاب رو با در حقیقت اون محکمات در حقیقت امامت حل کرد. البته بعد میفرماید که بین فیه الحلال والحرام والحدود والاحکام و جمیع ما یحتاج الیه الناس، هر چیزی که مردم بهش احتیاج دارن، کملا تماما، کملا یعنی کاملا و تماما، آنچرا که مردم بهش احتیاج دارن در اینجا آمده. جمیع ما یحتاج الیه الناس کملا. فقال عز و جل ما فرطنا فی الکتاب من شیئن. خدا می فرماید که ما در امر کتاب، در نزول آنچه که باید که تبیان کل شیء باشد در کتاب، ما کوتاهی نکردیم. یعنی خدای تعالی
بلاغ جمیع اون چرا که لازم است برای انسان در قرآن آورده، درسته؟ این تو مرتبه ابلاغ به پیغمبر که به پیغمبر صلوات الله سلام علیه تمام آنچه را که لازم بوده خدای تعالی ابلاغ کرده و رسانده. ما فرطنا فی الکتاب من شی، ما کوتاهی نکردیم، چیزی رو کم نگذاشتیم، در این تبیان کل شی همه رو در حقیقت چکار کردیم آوردیم. و انزل فی حجت، بله نه نه اون کتاب نیست، به تصریح آمده است که ما فرطنا فی الکتاب من شی، لوح محفوظ یا کتاب ام الکتاب نیست، همین در اون کتاب که قطعی است، در این کتابی که نازل شده که در حقیقت اون جمیع ما یحتاج الیه الناس است، ما اون ما انزلنا الیکم، اونی که به شما نازل شده برای شما نازل شده، این ما فرطنا فی الکتاب من شی. بعضی خواستن بگن اون کتاب، نه اینجور نیست. و انزل فی حجت الودا و هی آخر عمرهی الیوم اکملت لکم، میگه این خود قرآن میگه ما کمالشو در همین قرآن برای شما بیان کردیم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خود قرآن دلالت دارد بر این که تمام اون چی که لازم است مثل تبیان کل شی، مثل الیوم اکملت لکم دینکم، نشون میده همین قرآن است که بیان شده و آمده است، نه لوح محفوظ، نه ام الکتاب که در حقیقت منظور او باشد، نه همین کتاب در اینجا که حجت است برای شما، حجیت دارد. و جانم از این آیه الیوم اکملت لکم کجا زده میشه فقط قرآن، پس اگه اینجوری باشه تمام احادیث قدسی یعنی کلا میره کنار، اگه قرار همیشه تو قرآن باشه دیگه، یعنی حدیث قدسی معناش چی؟ حالا خودتون اگه جواب بدین اینو چی جواب میدین؟ جواب ندارم یکی. خب جواب میده انزلنا الیکم الیکم کتاب، چی بخونید آیه رو، لیبین للناس ما نزل الیه، لتبین للناس ما نزل الیه، یعنی احادیث قدسی و تمام روایات نبوی و ولوی و تمام اینها چی هستن؟ بیان لیبینه هستن، معلومه دیگه، یعنی همه تأکیدی میشن، تأسیسی نداره چی؟ لیوبینه است دیگه، بیان رو هرچی که معنا بکنید برای بیان همون میشود، یه شما قید نزنید اینها رو که تأسیسیه یعنی تأسیسی به این معنا که چیزی باشد سابقش در قرآن نباشد، نه اینجوری نیست. اما ممکن است تا الان ما از قرآن این رو استفاده نمی کردیم، نمی دیدیم، نمی یافتیم به خاطر جهلمون، نه به خاطر که در قرآن نبوده. امام میگه این در قرآن است، اینم دلیلشه، لذا میگه من هرچی گفتم ازم پرسید کجای قرآنه، بله دیگه به ما میگن همشو از ما بپرسید از کجا، میگه هر چی که من براتون گفتم همون پرسید از کجای قرآنه. حالا دیگه ببینید اینا رو، ببین اینا دیگه اقوالی میشه که دیگه شاذ و نادره، یعنی اگر میگن نقیصه، اگر میگن در حقیقت اینها این مثلا اینها هیچ کدوم گفتن نقصی در اون ایجاد نکرده، نقصی ایجاد نکرده در این کمال، چون انا نحن نزل نزک و انا لهو لحافظون، اگر این بشه در این تنقیص ایجاد شده، نزل نزدیک و نان رهو لحافظون، لحافظون نبوده، خدا حفظش کرده در دل امام، جای دیگری ابراز نشده. خب اون برای بلاغه، برای استفاده است، اگر در دل امام فقط بماند و بلاغ نداشته باشد که نزل نزدیک و نزل نزدیک و انا لهو لحافظون حفظش میکنیم، این در حقیقت حفظ محقق نشده. بعد میفر و انزل فی حجت الودا و هی آخر عمره الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، تفاوت بین کمال و تمامم که معلومه دیگه، اکملت نعمتی که هر جزءش اثر خاص خودشو دارد اما کلش یه اثر کل است، مثل مثلا خود مثلا چی کل دین، نمازش یه اثری دارد، روزش یه اثری دارد، نمیدونم حجش یه اثری دارد، هر کدام اثری دارن، درسته؟ اما کلش هم میشه چی؟ کمال دین. همه اینا رو کنار هم که، اما تمام وقتی که میگن اون نعمتی است، اون چیزی است که اگر اون آخرین جزءش نیاد اثر نیست. روزه رو شما گرفتید تا قبل از اذان مغرب، قبل از اذان بخورید، این روزه اثری داشته؟ نه، این تمام نشده. لذا اتم الصیام، روزه رو تمام کنید، تمام یعنی این که اگر اون نیامد اون جزء آخر، این اصلا فایده ندارد. لذا میفرماید اتممت علیکم نعمتی، این نعمت خودم را که یک نعمت واحده بود با جریان ولایت بر شما چیکار کردم؟ تمام، یعنی تا قبل از این نعمت چی بود؟ نعمت حساب نمیشد،
تا همینا آماده بود تا اون مرتبه آخر که بیاد این بشه نعمت. اتممت علیکم نعمتی، نعمتم بر شما تمام شد، که یک نعمت بود که در حقیقت این نعمت دی. اما اکملت لکم دینکم، این نسبت به احکام دیگر دین، این کمال دین بود، اکمال دین بود که محقق شد. اکمال دین یعنی ممکن است که مسلمان اعمال دیگرش هم اثر بگذارد، اما اکمال دین با چی هستش؟ با این در حقیقت حقیقت محقق می شود. اما تمام نعمت به واسطه این است، بقی قبل از این تمامیت نداشته. که حالا او بحث تمامیت نعمت چیه، اکمال دین چه تفاوتی میکنه، و رضیت لکم الاسلام، اینا ایشالله رجوع کنید به المیزان مفصلش رو که اونجا بحث کرده. و امر الامامه من تمام دین، ایشون هم باید ببینید چه خلاصه نعمت رو زده به اصل دین. بعد میگه امر الامامه من چی هستش؟ من تمام دینه، که اگر امر امامت نباشد دین چی هستش؟ هیچ مقبولیتی برای این ندارد، چون اصل نعمت یک جا حساب میشه، تمامیت. امر الامامه من تمام، بله؟ اون تفاوتی که فرموده تو کلام حضرت مشهور بود. خب چرا دیگه؟ اصلا نعمت رو به چه معنی میگه؟ الیوم اکملت لکم دینکم یعنی میگه هم اون آخرین حکم رو آوردیم براتون به لحاظ در حقیقت احکام، و هم تمام دین رو آوردیم، که اگر این نباشد این فصل اخیر دینه، نباشد بقیه دین تمامیت پیدا نکرده. اون نعمتی یعنی نعمت دین، بالاترین نعمتی که میشه خداست، اون نعمت دینه دیگه. میگه اتممت علیکم نعمتی. بله. آیه که نازل شده، آیه در مقام امامت نازل شده، هم کمال دین و هم تمام عرض کردم به دو نگاه دیگه، کمال دین به لحاظی که حکم از احکام الهی است، که این حکم در کنار احکام دیگه آمد، تا به حال این حکم نیامده بود. به لحاظ تمام دین یعنی این است که فصل اخیر دین است این حکم، در اینی که در کنار احکام دیگه است، تو مرتبه اول در کنار احکام دیگر است، تو مرتبه دوم این چی هستش؟ اصل احکام دین است، که اتممت علیکم نعمتی، این تمام دین است، و رضیت لکم الاسلام دین است. ولم یمزه، حتی این تا اینجا بحث بلاغ به پیغمبر بود از جانب خدا. ولم یمزه صلی الله علیه و آله و سلم حتی بین لامته معالم دینهم. اگر خدا، بله، اینجا بحث افضلیت ابوبکر، اینجا بعد اون بیانی که فرمودید از آقای بحثت، ها چرا ادامهش نمیدم، پیامبر واگذار میکنه به وسیله، ها خب مقابل اونه، یعنی اینجا میفرماید که پس ما اگر قبول کردیم که خدای دو، میگیم خلاصه ما اینجا چی داریم، بس واسه نکنه ما داریم یه کتاب دیگه ای رو میخونیم، خلاصه اشتباهی. بله، تا اینجا بیان این بود که خدای تعالی در ابلاغ به پیغمبر اکرم هیچ کوتاهی نکرده است، اون چرا که لازم بوده بیان کرده. این یه مرتبه، ممکنه کسی بگه به پیغمبر ابلاغ شد از جانب خدا، خدا کوتاهی نه، اما پیغمبر نعوذ بالله کوتاهی کرده در بلاغ، نیاورده همه اون چرا که لازم بوده. اگر پیغمبر نیاورده باشد این کوتاهی ممکن است دید ناقص باشد. اینجا میخواد بگه که نه اینم نیست، ولم یمزه صلی الله علیه و آله و سلم حتی بین لامته معالم دینهم و اوزه لهم سبیلهم و ترکهم علی قصد سبیل الحق. اونجا در حقیقت پیغمبر تمام اون چرا که لازم بود از دنیا نرفت، مگر اینکه معالم دینش رو برای امت بیان کرد، و اوزه لهم، اونم به وضوح سبیل در حقیقت امت رو روشن کرد و امت رو رها کرد، یعنی از دنیا رفت، علی قصد سبیل الحق، در حالی که اون راه روشن حق رو برای همه در حقیقت چیکار کرده بود؟ ترسیم کرده بود. هیچ چیزی رو کوتاهی در ابلاغ هم پیغمبر نداشته، و اقام لهم، این که کوتاهی نداشته حقیقتش با چی تتمیم میشه؟ اقام لهم علیان علیه السلام علما و اماما، که اون قائمی که باید باشد تا قوام دین به او باشد، تا اگر جایی ابهامی در دین برای مردم است با رجوع به اون علت دوام محقق بشود و برطرف بشود، رو هم قائم کرده، و این باعث میشود که دیگه هیچ کوتاهی صورت نگرفته باشه. اگر جایی هم فرصت بیان حکمی نبوده، اون قائمی رو که برای دین هست رو قرار داده تا با رجوع به اون پرسیده بشه و فهمیده بشه، و چیزی کوتاهی در اینجا نکرد. این اقام لهم در کنار اونها فصل اونهاست، اونها مثل جنس میمونه، این اقام لهم مثل چی میمونه؟ فصل اونهاست، که اگر این شد دیگه قطعا وقتی که یک کسی مثل خود پیغمبر قائم است، همیشه رجوع به او امکان پذیر میکند، اگر جای ابهام باشد برطرف بشود. اقام لهم علیان علما و اماما و ما ترک شیئا یحتاج الیه الامه الا بینه، که در حقیقت پیغمبر اکرم ما ترک شیئا یحتاج الیه الامه الا بینه، از جمله ما یحتاج الیه الامه چی بوده؟
امامت است که باید یک کسی باشد که تو ابهام به او رجوع کنند تا برطرف بشود. فمن زعم ان الله عز وجل لم یکمل دینه فقد رد کتاب الله، اگر کسی فکر کند که خدا دینش رو کامل نکرد، همه چیز رو بیان نکرد، کتاب خدا رو نفی کرده. چه کتابی رو؟ آیه میفرماید تبیان کل شیء است، اکملت لکم دینکم است. این آیاتی که قبلا آورد میگه پس رد کتاب کرده است به واسطه اون آیات. و من رد کتاب الله فهو کافرون به، اگر کسی دیگه کفایت بر رد کتاب نمیشه، میگه اگر رد کتاب کرد کافر است به کتاب. پس در حقیقت اگر جرأت داری بگو که خدا تکمیل نکرده و همه رو نیاورده. هل یعرفونه، حالا میگه که اگر قرار شد که یک کسی باشه که تبیان کل شیء باشد و اکمال دین به او باشد، کی میتونه اینو بشناسه؟ کی میتونه؟ ما میتونیم بشناسیم؟ کسی میتواند او رو بشناسد که احاطه به او داشته باشد، که بگه من میدونم این همه رو میداند. درسته؟ اگر من در حقیقت میتوانستم بفهمم که او همه را میداند، اون موقع میتونستیم بگیم که بله ما معرفت پیدا کرد. میگه اصلا امر امامت و نبوت امر انتصاب از جانب خداست، نمیشه به انتخاب مردم باشد. چرا؟ چون شأن کسی که این کار رو میخواد به عهده بگیرد، شأنی است که هیچ کسی قدرت شناخت او رو ندارد، احاطه باید معصوم باشد. کدام یک از ما میفهمیم تو تمام لحظات خلوت و جلوت این شخص عصمت حاکم است؟ کی میتونه بفهمه این رو که بگیم ما انتخاب میکنیم؟ انتخاب در امر امامت بی‌معناست. انتخاب در بحث نیابت در حقیقت از پیغمبر که به عنوان وصی باشد، که قائم بر دین باشد، بی‌معناست. نگید پس ولی فقیه چی میشه؟ ولایت فقیه در دایره دوران نیابت امام عصر است، که امام عصر حی و حاضر است، این نائب اوست، نه نائب در حقیقت رسول خدا باشد به عنوان که امام باشد. این امام نی، امام باید معصوم باشد، امام باید در حد حد ما نیست در شناخت امام. اینجا این نیابت عامه است از امام، نیابت عامه از امام است، نه نیابت عامه باشد که امام دیگه لازم نداشته باشد. این با فرض وجود امام معصوم حی است که این نیابت معنا میدهد. دقت کردید یا نه؟ این اشکال پیش نیاد. بفرمایید، میفرماید که هل یعرفون قدر الامامه و محلها من الامه، کی میتونه بشناسه؟ یعنی کار انتخاب نیست که بخواید بگید که ما میشناسیم و خودمون میرسیم بهش، خدا واگذار کرده به ما که ما بشناسیم. مگه امکان داره که مردم عقلشون قد بده به این که بفهمن کی معصوم است؟ این انتصاب الهی است. و ان الامامه اجل قدرن و اعظم شأنن و اعلی مکانن و امن اجانبن. چقدر زیبا بیان کرده بحث انتصاب رو. و امن اجانبن، جانب او اینقدر منیع است که بلند است و دور است از دسترس عقول ما، که عقول ما به تشخیص این که ما تشخیص دادیم این در حقیقت میتواند لایق امامت باشد، این دور از اون. نه، چون میدونید که برهان بر امامت به معنای کلی اقامه میشود، اما بر امام شخصی و نوبت شخصی برهان اقامه نمیشود. این نقص برهان نیست، برهان اصلا بر جزئی اقامه نمیشه. اینکه مصداق امامت کی است و برهان نمیتونه اقامه بکند، اونجا نص میخواد. ما میتونیم نبوت عامه رو با برهان اثبات بکنیم، اما نبوت خاصه یه موضوع داده بودن که بگن که براهین نبوت خاصه، نبوت خاصه که برهان بردار نیست، نبوت خاصه مصداق است، اصلا برهان بردار نیست، که این برهان بردار نیست در اونجا. امامت خاصه برهان بردار نیست، اصل الامامه برهان بردار است. این که تشخیص بدیم امام رو نمیشود با عقل رسید، چون در حقیقت اسمت لازمشه، این عقل در حقیقت اینو میپذیرد عقل. اما این که تشخیص بدیم پس این امام است، با مثلا برهان امکان پذیر نیست، این بلکه با نص فقط امکان پذیر است. لذا میفرماید که و اعلی مکانن و امن اجانبن و ابعد و غورن. اون جانبن مثل این که در نظام اون دور بودن، مثل این که افق نگاهه، اما ابعد و غورن در عمقه، در اون در قد لایه های درونی مثلا است که قابل تشخیص نیست. ابعد و غورن از این که بخواد کسی تشبین ان یبلغ الناس به عقولهم، که بخواد مردم با عقولشون به او برسن. یعنی این چی هستش داره میفرماید اینجا؟ این روایت میفرماید امر امامت انتصاب محض است و نفی میکند قول کسانی رو که میگن که چی هستش؟ خدای تعالی به پیغمبر رو چی کرد و پیغمبر واگذار کرد به امت که مردم خودشون انتخاب بکنن. میگه این انتخاب مردم راه ندارد،
چقدر زیبا با دلیل و قشنگ در حقیقت انتخاب رد میکند. بله، او ینالوها به آرائهم، با نظرهاشون بخوان به او برسن، راه ندارد. او یقیمو امامن به اختیارهم، خودشون بخوان امامی رو در حقیقت چکار بکنن؟ اختیار بکنن، راه ندارد. این ان الامام خص الله عز وجل بها ابراهیم الخلیل علیه السلام بعد النبوه والخله، ابراهیم بعد از اینکه نبی شد و بعد از اینکه خلیل شد، بعد از او در حقیقت به مقام انی جاعل کل الناس اماما رسید. اینقدر در حقیقت امن و جانبنه. اون وقت ما بخوایم بگیم اینقدر دم دستی که هر کسی در حقیقت نشسته، دست رو نشسته بیاد بگه من رأی میدم امام انتخاب بشود، ما میشینیم دور هم جمع میشیم امام انتخاب بشود. بله، خص الله عز وجل بها ابراهیم الخلیل علیه السلام بعد النبوه والخله مرتبتا ثالثه، ثالثه اونهاست، اون دوتا قبل از اینه. و فضیلتا شرفه بها و اشاد بها ذکره، اشاد در حقیقت همون میگن رفع از ذکره، اشاد یعنی همون رفع از ذکره، اشاد بها ذکره، ذکر این در حقیقت مرتبه و این فضیلت رو خدای تعالی رفیع قرار داده است. فقال انی جاعلک للناس اماما، فقال الخلیل علیه السلام، از بس خوشحال شد ابراهیم خلیل سروراً در حقیقت به این موطن و این مقام، گفت و من ذریتی، آیا در ذریه منم این امامت قرار میگیرد؟ قال الله تبارک و تعالی لا ینال عهدی از ظالمی، هر کسی ادنا مرتبه ظلمی در وجودش باشد، یعنی از معصیت ساده گرفته تا ظلم پرستش غیر خدا، همه اینها، لا ینال عهدی از ظالمی. لذا با این استدلال می توانستن اولی و دومی در مقام این نیابت و امامت قرار بگیرن؟ چون قطعا همه قائلن به این که برهی از عمر اینا در بت پرستی بوده. اگر بگن از بعد از اسلامشون هم معصوم بودن، قبل از اسلامشون که مثلا ظالم بودن، که بت پرست بودن، که اقلش که این هست، لا ینال عهدی از ظالمین. اونجا مرحوم علامه یه بیان خیلی زیبایی ذیل این دارد، حتما دوستان رجوع بکنن، که دستبندی میکنن از یک عالم اهل تسننی هم یه نقلی رو میاره، خیلی جالبه، حتما ببینن. لا ینال عهدی جا همونجا در حقیقت سوالم شده که در حقیقت اونی که به اصطلاح قبل بوده حتما چی هستش؟ حقیقت نسبت به آینده چی هستش؟ قاتل به کی میگن؟ قاتل به کی میگن؟ به کسی که قصد قتل دارد بکشد یا کسی که قتلا کشته؟ درسته. پس اگر ظلمی محقق شده ظالم هست، ظالم بوده دیگه، اصل ظلم بوده دیگه، نگفته که ظالمی که توبه کرده باشه. الان در حقیقت ممکن است متلبس به ظلم الان نباشد، به حال و من قضا ما مزا این صدق میکند. الان قاتل توبه کرده، اما قاتل هست یا نیست؟ قاتله، یعنی در حقیقت قاتل به حال حاضر قتل کرده، قتل که لذا حقوق به سلازی عرفی برش بار است، قصاص هم میشه هرچند توبه کرده باشد، چون به لحاظ قتل دزدی کرده توبه هم کرده، انگشتاش قطع میشه یا نمیشه؟ نمیشه بگی الان دوز نیستی، این الان تو زندانه دوز نیست، به لحاظ من مزای حقوق برش باره، بار میشود. اما نسبت به آینده در حقیقت مجازه، نسبت به آینده ممکن است کسی بگه که این چی هستش، الان صدق نمی کند. میفرماید که و قال لا ینال عهدی از ظالم، اون رجوع کنید اونجا بحث خوبیه، اینا رو هم جواب داده. فابتلت هذه الآیه امامت کل ظالم الی یوم القیامه، هر کسی که در زندگیش ادنا ظلمی داشته باشد، که ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، و شرک چی هستش؟ ظلم است. درسته، هر کسی ادنا ظلمی داشته باشد که شرک باشه با مراتب شرک خفی، این در حقیقت لایق امامت نیست. امامت کل ظالم الى یوم القیامه و صارت فی الصفوه، پس امامت فقط در کجا قرار میگیره؟ در صفوه، کسانی که هیچ مرتبه از مراتب ظلم ندارن. خب این دیگه تا اینجا ظاهرا من میخواد این دو سه خط هم بخونی یا نمیرسی؟ ثم اکرمه الله تعالی بان جعلها فی ذریته اهل صفوه و طهاره، خدای تعالی اکرام کرد پیغمبر را تا اینکه خود پیغمبر که از اهل صفوه بود، این امامت رو در ذریه خودش که از اهل صفوه و طهارت هستند، که این اهل صفوه و طهارت هم به شهادت در حقیقت قرآن کریم که یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، بر این شهادت داده در حقیقت قرار بگیرد. فقال و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلا جعلنا صالحین. نافله میگن ولد، ولد رو میگن نافله، معانی دیگری هم کردن، یعنی در حقیقت نافله به نوه میگن چی؟
نافله، که اینجا میگن و به حبل له اسحاق و یعقوب نافلتن، که یعقوب نافله چی بود؟ یعنی ولد ولد بود که اضافه، چون ابراهیم فرزند خواست، خدای تعالی علاوه بر فرزند نوه هم بهش داد. بعضی هم گفتن نه، نافله هر دو رو شامل میشود و کلن جعلنا صالحین، همه اینها رو ما صالح قرار دادیم و جعلناهم، اینها که صفه هستن، ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما تمام وجود اینها رو اسمت قرار دادیم فعل خیرات، یعنی اینها در مرتبه عمل مسدد بودن، تسدید می شدن به چی؟ به در حقیقت به وحی ما، نه فقط در مرتبه وحی ذهنی که به ذهن اینها و به وجود اینها به عنوان، نه، در مرحله می فرماید اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما وقتی می خواستن انجام بدن، وحی تو مرتبه عمل فعله، اوحینا الیهم فعل الخیرات، این غیر از وحی است که می شد تا به مردم ابلاغ کنن، این خود صحنه عمل میشه وحی، خود صحنه عمل میشه چی؟ وحی الهی، که اونجا اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. انشاءالله خدای تعالی ما رو قدردان این نعمت قرار بده تا یأس در حقیقت دشمن از این نعمت برامون محقق بشود. و السلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشین. بسم الله جان. چی چرا بعد از ظهور که مردم به کمال خودشون میرسن رجعت و اینا هی روشنه و ما زیاد میشه در راستای لقاء الله، ولی